معرکه وسیع ضد مهاجران و حمله تکوبی دانشجویان تاجیک در روسیه تکرار به مراتب بزرگتری حادثه سال 2011. به گفته یکی از کاربران، شکار تاجیکان در روسیه. چی شد؟ چرا چنین معرکه پیش آمد؟ یک روش مقرری است یا واقعا یک معرکه بزرگ است؟ این است موضوع امروز گپ آزاد. سلام بینندگان عزیز و سلام به شرکت کنندگان برنامه. مهمانان ما عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و ظفر صوفی، روزنامه‌نگار، شاعر و کاربر فعال شبکه‌های اجتماعی. جناب عبدالله دولتوف، شما 10 ساله هاست در روسیه کار و زندگی میکنید و صحبت ما رو از شما شروع میکنیم. نظرتون چی است؟ در روسیه با مهاجران چی میگذرد؟ مرحبا. السلام علیکم، با عرض احترام. این در اون عملیات هایی که وقت های آخر شده میگذرد نسبت همون مهاجران کاری تاجیک و عموماً تاجیکان در روسیه، من هیچ چیز غیر طبیعی یا غیر عادی نمیبینم. این جریان باید این چنین پسامد ها میداشت، از سبب آن که همون اگر از ماتماتیک ها و فیزیک ها پرسید، اونها آید قانون رشد اکسپوننسیالی میگویند. شماره تاجیکان که زیاد شد، طبیعی است که چنین برخوردها خواهند شد، بخاصه که آنها یک روندی خوب نیست در این تنظیم این کارها. مثلا ببینید، شماره مهاجران ازبکستان از تاجیکا چند مراتب بیشتر است. چرا این حالت محض به تاجیکا سر زده است؟ چرا؟ درست است، خیلی سوال خوب است، این را هم بسیار میپرسند. تصور کنید که شماره واقعا هم شهروندان ازبکستان که اینجا کار میکنند 5-6 مراتب از تاجیکا زیاد است. واقعا هم چنین هست، اما در همین یک سال اخیر ما دیدیم که از تاجیکان، اگر سال 2021 248 نفر تاجیک شناسنامه روسی در یک روز میگرفت، در سال 2022 این شماره به مراتب زیاد شد، یعنی 476 نفر که شناسنامه اصلی روسی گرفتند. اگر بالای اینها قریب 300 نفر دیگر اون اجازه اقامت موقت یا که اجازه زندگی موقت هم می گرفتند. یعنی که شماره سرعت افزایش تاجیکان زیاد شد و چون این رقم ها رسانه‌ای شده بودند، این تا جای برای یک انگیزنده مردم بومی شد. یک چیز را قید کنم، شما ببینید وقتی که در راه می روید و یک کس مقابل شما می آید، اگرچه بلند گپ زند، به تمیزانه هم راه گردد، ما او را حس نمی کنیم. تاجیکان از حد زیاد که شدن، ولی 5-6 نفر که آمد، اگرچه آرام هم باشند، در نظرتون یک در دلتون یک انگیزه احساسی بیدار می شود. تاجیکان که وقتهای آخر شمارهشون خیلی زیاد شده است، برای همون بعد اونها در شهرهای کلان، در جاهای سرجمعانه زندگی میکنند که این یک انگیزنده برای مردم بومی است. اونها تشکر. جناب ظفر صوفی، شما رویدادهای روسیه را پیگیری میکنید، نظر شما چی است؟ شما به حرفهای عبدالله دولت فرازی هستید؟ مرحبا. واقعا قبل از همه سلام خدمت شما، مهمان برنامه‌تون و بینندگانتون. حالا از صحبت جناب عبدالله دولت چون میشد برداشت کرد که همه گناهکار همین مهاجره تاجیکان، لات سرکوب میشن، اینا گناهکارن. اگر اونا گناهکارن، خیلی خوب گفتیم که مهاجرا اونطوری که میگن در شهرهای مرکزی خیلی زیادند و در کوچه ها مثلا اونطوری میگردن که حالا خشم مردم بومی را میارد، نمیدونم، یا نفرتشون نمیدونم، هر چیزی اونا گفتن میانگیزد. خب پس چرا آمدن دانشجوها را لاتکوب کردن؟ یعنی این کار، این عملیات که شاید در بین مقامات روسیه همونطوری که جنگ اوکراین را گفتن یک سپیس اپراتسی باشد. یعنی ما واقعا میبینیم که در چند روز آخر، یعنی که حداقل در یک هفته آخر، بر علیه تاجیکان یک جنگ اعلان نشده راه اندازی شده. اگر اینطوری نبود، از خبر از شروع نمیشد. در اون چیزی نزد امور، از اونجا از دانشجوهای سرکوب کردنشون، چند نفر دانشجو را زدن، چند نفرش زخمی هم شده. و این اصلا بگیریم کاری که مقامات
انتظامی روسیه طی هفته انجام دادن این جنایت است. هیچ گونه توجه ندارد. تشکر. محترم عبدالدولتوف، همین رفتاری که به تاجیکا حالا ادامه دارد، اگر یادتون باشد منظره 12 سال پیش را به یاد میارد، وقتی دو خلبانی روس در تاجیکستان بازداشت و محکوم به زندان شدند، مهاجران تاجیک را بازداشت کردند و در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تظاهرات تشکیل کردند. یعنی آن وقت سبب معلوم بود، ولی حالا چی؟ آن وقت ما خودمون هم واکنش کردیم. من یک پاسخ اول به گفته های جناب ظفر صوفی که برادر گرامی، خوب نیست که وقتی که حرف های یک نفر را تحریف میکنید. من اون چیزی که گفتم به هیچ وجه گناهکار نشماریدم مهاجران تاجیک را، تاجیکان روسیه را به هیچ وجه گناهکار نگفتم. فقط گفتم که شماره زیاد شده است و شماره آمدن آنها زیاد شده است که این خودم هم برعکس، من هم مقابل آنهایی هستم که در شبکه های اجتماعی از خودشون یک آدم های پیش قدم میشمارند و میگویند که ای تاجیکا سرجمانه به تمیزانه رفتار میکنند. به هیچ وجه چونی نیست. آداب و فرهنگ دارن تاجیکا و این از بدبینی مردم یا خشم مردم بومی، نه از آن است که اینها به ادبانه رفتار میکنند. خود مردم بومی روسیه که از دهه ها آمدند، آنها بدتر رفتار و کردار آنها بسیار خشم آورنده و انگیزه احساسات بد است. این چونی نیست. برای من التماس، ما برای رازگی خدا بیاید که به تحریف و با دلیل گپ زنیم که یک چیز مردم را از راه نزنیم. و اون چیزی که جناب مرزا نبی شما گفتید نسبت اونه که 2011 بود، واقعا هم بود. این اونجا یک عامل اساسی، عامل سیاسی بود و روسیه هم چون دیگر کشورهای دیگر هم در بعضی حالات ها از عامل های سیاسی استفاده میکند. ما سال 2011 و پیشتر از آن هم بسیار واکنش های هم میکردیم، اون وقت فعال جامعه شهروندی بودم. ولی حاضر در این نوبت هیچ یکان بازی سیاسی پردگی آنچنانه که کارشناسان تاجیکستانی میگویند. من خواندم، این پیگیری میکنم این موضوع را و میبینم که مخالفان حکومت تاجیکستان از بازی های پسی پردگی سیاسی میگویند. خوب، آنها را فهمیده میشد، آنها دنبال منفیت های سیاسی خودشون هستند. ولی برای چه کارشناسان تاجیکستان این موضوع را برداشتند و سبب های گوناگون گویا اونها با همون یک تخیلات های خودشون را با از روی تخیلات های خودشون افسانه بافی میکنند، مردم را افسون میکنند. و هر کسی را که ما میگوییم که بیاید همین نوبت هم بعد همین واقعی هایی که با دانشجویان در طرف خبر شد، چند نفر از فعالان یا از همون به قول فرهیختگان تاجیک پیشنهاد کردم که یک مراجعت نامه کنیم به وزارت کارهای داخلی، با پراکوراتور روسیه نویسیم که تا کارمندان پلیس قانون شکنی نکنند. همه آنها به یک زبان میگویند که کدام بازی سیاسی پسی پردگی است. باور کنید هیچ بازی سیاسی پسی پردگی نیست. به من گویید که کدام درخواست روسیه را تاجیکستان اجرا نکرده است که با این راهی ظلم بسر مهاجران روسیه منفعت های خود را پشتیبانی کند. تشکر. حتی خود پریزیدنت تاجیکستان در قزاقستان از در پیش پوتین گله کرده بود که هر چیزی که شما میگوید ما آن را اجرا میکنیم. برای چی؟ عادی ترین درخواست های ما را روسیه اجرا نمیکند. خودش همین دلیل آن است که هیچ مشکلاتی ندارد روسیه. کلانترین ارتش زمینی روسیه در تاجیکستان است. اون اکنو پنجره ای که دارند در تاجیکستان است. در سرحدهای تاجیکستان روس ها هستند. هر چی که می خواهد روسیه در تاجیکستان میکند. هیچ محتاجی نیست که اون بازی سیاسی پسی پردگی کند. بازی اساسی همین است. بله. گفتم مشکلاتی زیاد شدنی تاجیکستان است. تشکر. محترم ظفری صوفی، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ انگیزه اصلی چی بوده میتواند در این مثلا؟ خب ببینید، در صورت انگیزه اصلی با توجه به این که هیچ اظهارات رسمی در این مورد از جانب روسیه نشده، هرچی هم گفته می شود، چی من میگم، چی جناب عبدالدولت، چی هر کارشناسی دیگر میگوید،
بر مبنای حدس و گمان ها و تحلیل های که حوادثی که در اطراف این حادثه شده، یعنی پیش از این چی واقع شد که آمد به اینجا رسید. حالا میگیم که سیاسی نیست. ببینید روسیه یک کشور دموکراتی خیلی مردم سالار نیست. روسیه یک کشور خودکام است، همه ما میدونیم، همون ترکی مثلا تاجیکستان. در چنین یک کشور از خبر از شروع کرده تا مسکو و سن پترزبورگ و نمیدونم در تمام منطقه های روسیه یک بار در چند روز لاتوکوب مهاجرا، نمیدونم اگر این سیاسی نیست چی سیاسی است. اگر پشت این انگیزه سیاسی یا نمیدونم هدف های حکومت روسیه نیست، این هدفی که است؟ نیروی انتظامی روسیه تابع کرملین نیست، یعنی تابع حکومت روسیه نیست، تابع جای دیگه است، از جای دیگه دستور میگیرد. بعید میدونم که در یک کشور مثل روسیه از خبر شروع کنند مهاجره زدن و تا مسکو و اطراف مسکو و اینجا بیاید. به نظر من انگیزه اینطوری است که با توجه به اینکه اوضاع داخلی روسیه دارد یک کمی از اون یک سال پیش از گویم که یک سال پیش از اینکه از قبل از جنگ روسیه علیه اوکراین تغییر میکنه، طبیعی است که به سمت خوبی نیست، از اون مشکل تر میشد وضع اقتصادی. این تحریمی که روی یک کشور آمده هرچی قدرتمند هم باشد خانه ها و اثرگذار است. من احتمال که نارضایت مردم خواسته ناخواسته بالا میرود و حالا اون چیزی که میگویند دلیل اینکه تاجیک زیاد شده است، نه، ازبک هم که حالا خودتون هم گفتین که شهرونده ازبکستان هم زیاد شده در اینجا، یعنی که زیادن. چرا مثلا طوری شده که میان بیشترین تاکید روی تاجیک میشد؟ مثلا یه نماینده پارلمان بلند میشن میگوید که باید که بتالیون تاجیکی ساخته شود، مثال. بعد از طرف دیگه هم ببینید چرا فقط مهاجره را زدن؟ چرا مثلا شهروندای تاجیک تبار روسیه اشکا سرکوب نکرد؟ اونا لاتوکوب اصلا مهاجر است، حتی همون دانشجو هم چون شهروند روسیه نیستن لاتوکوب شدن. من فکر میکنم اینجا یک طوری با فشار آوردن بیشتر تعداد تاجیک رو شهروند کردن، یعنی یکی از راه ها میتوند این باشد. یکی راه دیگه، یک دلیل دیگه میتوند نارضایت روسیه از عملکرد های از کدام عملکرد سخنی دست نشاندهش یا که وصلش همون اماده رحمان باشد. خب از طرف دیگه هم ببینید در جنگ ها معمولا وقتی گروهی هست، یعنی یک گروه یا جمع میشن و با هم درگیر میشن، یعنی دو گروه اگر بگیم، معمولا ضعیفتر میزنن. متاسفانه در این بازی ضعیفترین مایم. ازبکستان به هر صورت برای خودش نیروی نظامی دارد، جمعیت زیاد دارد، میتوند واکنش شدیدتر کند. قزاقستان در روسیه اونقدر مهاجر ندارد و این اصالت قزاقستان که میاد مثلا میاد که ما استقلال داریم از این حرفا که میگوید ما با شما نیستیم، در این اتحادیتان همراه نمیشه. یعنی منظور یک طریق واکنش های رئیس های این کشورها در برابر پوتین که الان واقعا مثل یک زخمی است، چون از روسیه از اوکراین دارد وضعی جنگ اوکراین، یک طریق ناراحتش میکند، طبیعی است که واکنشش میتوند تون باشد. و در روسیه باز عرض میکنم امکان ندارد که با این گستردگی بدون انگیزه سیاسی چنین عملیات یا چنین جنایت رخ بدهد. ببینید برخی از کاربران میگویند روسیه همیشه مهاجران تاجیک را همچون ابزار فشار بر رهبریت تاجیکستان استفاده میکنند. به این منطق واقعه های آخر چی پیام داشته میتوانند برای حکومت تاجیکستان؟ مرحمت عبدالدولتف نظر شما. من یک بار دیگه تکرار کنم با محترم جناب ظفر صوفی که یک چیز را در روانشناسی پرویکشن میگن، پرویکسیا ما رو در روسیه میگن، این است که همون فکر و عقیده های خود را با یک کسی دیگر تعمیل کردنی میشه. من با حدس و گمان ها نگفتم، من با دلیل ها گفتم که در یک سال به مراتب تاجیکان زیاد شدن. با این سرعت زیاد شوی نه ازبک ها زیاد شدن نه ملت های دیگر. زیاد شناسنامه گرفتن ملت های دیگر در سال 2022 خیلی کاهش یافته است، فقط تاجیکان زیاد گرفتن. و این موضوع رسانه‌ای که شد مردم بومی خیال میکنند که
از همه بسیارتر تاجیکان شهروندی گرفتند. این یک. دویون که از سالهای 90 وقتی که تاجیکان زیاد آماده بودند و اصلا عروبکش بودند و کوچرو، از همانجا بدنامی ملت تاجیک بلند شده بود. برای همون با شنیدن نام تاجیک، نام تاجیک همردیف مهاجر است در روسیه. افسوس که چنین است. حالا برگردیم به سوال، به سوال برگردیم. سوال شما. بله. چی پیامت ها خواهد داشت این واکنش ها؟ بله. برای حکومت تاجیکستان. بله. اول اجازت در همون یک چیز دیگر هم بگم که این ظلمی که در سر تاجیکان شد نه فقط به سر مهاجران مهنتی، در سر شهروندان تاجیکستان هم هست. همونهایی که شناسنامه روسی دارند اونها رو هم بردن ظلم کردند. حاضر پس آمدهایش هیچ چیز نخواهد بود. برای چی روسیه چونین واکنش ها دارد؟ اونها جواب دادن به دعوت مردم. اگر دیده باشید پیش از همین کارهایی که آغاز شد، همین مهاجر تاجیک شکاری آغاز شد، پیش از این در چندین رسانه ها به خصوص همون تلویزیون ملتگرایی سرگردش چند نوارهای پیدا شد که مردم بومی از شهرهای گوناگون، از منطقه های گوناگون، از جمله از کتلنیکی مردم برآمد کردند و نوارها کردند و گذاشتند و دعوت کردند از حکومتشان که حکومتشان مردم تجایی را از تاجیکان، مخصوص تاجیک گفتن، از تاجیکان محافظت کنند. و طبیعی است که حکومت همون کرملین تحقیق ساختارهای قدرتیش چورابینی این موضوع رو با همین راه از مردم خودش پشتیبانی میکند. یعنی که همون چیزایی که جناب ظفر صوفی گفتن، مشکلاتی که از طریق توسط بعد این تحریم ها در روسیه مشکلات های اجتماعی و اقتصادی پیدا شده است، برای که این باز هم سختتر نشود طبیعی است که چوره میبینن. طبیعی است که حکومت روسیه میخواهد که نزد مردم خودش نشان دهد که اونها چوره میبینن. ولی پسامد مشکلی بین مناسبت های رسمی تاجیکستان و روسیه نخواهد بود. بازم تکرار میکنم، هر درخواستی که روسیه دارد تاجیکستان را اجرا میکنه. تشکر. برخی از مهاجران اشاره به این میکنند که گویا تاجیک هایی که دو شهروندی دارند و از رفتن به جنگ اوکراین خودداری میکنند سبب خشم روسیه شده است. به نظر مقامات روسیه از امتیازها استفاده میکنند ولی در روزهای سخت دستگیری نمیکنند. جناب ظفر صوفی، شما به این مسئله چه نظر دارید؟ خب من البته در این مورد تصمیم کنم. پیش از این میخوام برادر عبدالدالت یک چیز اشاره کنم که ما و شما داریم صحبت میکنیم و من برداشته خودم دارم صحبت میکنم. هیچ قرضی هم نه نسبت شما دارم، نه نسبت روسیه، نه نسبت هیچ چیز دیگر. فقط من ناراحتم از این که شهروندای کشور من، همتبارای من در روسیه مورد ظلم قرار گرفتن، یعنی لتوکوب میشوند. جنایت است. هر چی این سیاسی است، انگیزه سیاسی دارد، انگیزه اقتصادی دارد، انگیزه اجتماعی دارد، فرق ندارد برای من، انگیزه فرهنگی فرق ندارد. من از این ناراحتم که هم تبارای من در روسیه مورد لاتکوب میشد و مطمئنم که شما هم از این چیز حتما ناراحتید و دل خوش ندارد. برای همین خواهشان طور به حساب چیز نکنید، سخنان من طور برداشت نکنید که خدا نخواسته من از صحبت شما برداشتی بعد داشته باشم. من هرچی شما دارید میگوید گفتم، تحلیل های ما بر مبنای حدس و گمان ها میشن. نگفتم تحلیل شما، تحلیل های ما، اول خودم گفتم تحلیل من، تحلیل ابلادات، تحلیل هر کسی هم باشد بر مبنای حدس و گمان هاست. به خاطر اینکه هیچ دلیل نداریم که چرا روسیه دارد این کارو میکنه. شما میگید که کتلنیکی، در کتلنیکی اونایی که چیز کردن همون آبانی که میگن اتریاد باب اصول نزنچنی، در تاجیکستان اوانگرد و کیمچو هست. هر وقت که لازم شود حکومت تاجیکستان که مثل حکومت روسیه هست چند نفر میاند در میدان، حالا بر ضد آبیسه، بر ضد ایران، بر ضد روسیه، بر ضد هر کسی صحبت های میکنن و کردن. ما اینسه دیدیم این تجربه در تاجیکستان هم و در روسیه هم هست. و جالب داره که در روسیه بیشتر زنها میبرن، اما در تاجیکستان مردها جوانها میبرن، در روسیه بیشتر زنها میبرن. حالا در مورد سوال شما که برخی از مهاجران اشاره به این میکنن که گویا تاجیکایی که دو شهروند دارن، گویا تاجیکا چیز بود. ببینید اگر اینطوری بود، اگر این چیز خشم روسیه را آورده بود، روسیه میتونست 100 نفر شهروند از شهروندی محروم میکرد. دیگه همین چیز دلیل میشد که بدون هیچ لاتکو، بدون هیچ گونه مثلا مطبوعاتی کردن و رسانه‌ای کردن و برای مردم نشان دادن همه این جنایت های مقامات انتظامی روسیه را،
به هیچ دردسر به خطر این کار انجام میشه. عرض میکنم در تصمیم، تصمیم سیاسی است، فرق ندارد تصمیم، این تصمیمی که الان چیز است، تصمیم سیاسی است، حالا به هر دلیل باشد، چی بخواهند که دیگر را بترسانند، چی بخواهند که رضایت مردم داخلی را برای به سمت خودشان جلب کنند، در هر صورت در دایره های سیاسی این تصمیم، این قرار قبول شده است و طبیعی است که این قرار نمیتونیم بگیم که نه انگیزه سیاسی ندارد. چرا انگیزه سیاسی دارد؟ اما اون سوالی که فرموده در مورد آیا به مناسبت تاجیکستان رفت دارد یا مثلا میخوان از این طریق به تاجیکستان فشار بیارن، نه، برای تاجیکستان هیچ گونه فشار لازم نیست. تاجیکستان عرض کردم متاسفانه حکومت تاجیکستان دست نشانده روسیه است، دست نشانده کرملین است، هر چی اینا گفتن انجام میدهد. شاید در بعضی موارد که در راستای منفعت خانواده خود رحمانوف باشد اونجا شاید گذشت نکند، اما در مورد ملت راحت گذشت نکند. تشکر. در مورد مهاجرا که بیش از عبدالله دولتوف، به همین سوال شما چی نظر داره؟ و قبلا خواهش میکنم که وقتمون یکم محدود است، خیلی فشرده تر پاسخ دهید. همین اول اینکه این ملت رو دلداده حسرت نصیب کردند، همه عاشق روسیه هستند ولی همه حسرت افسوس میخورند که اونها را احترام نمیکنند. من درباره اونه که دلم میسوزد و یا که غم ملت رو میخوریم، استیفن سویگ یک نویلش گفته است که دو نوع غمخوری است. یک وقتی که میبینید که یک کس شکنجه میشود، یا موی سر میکنید و گریه و فغان میکنید که این بیچاره در زیر این مظلوم است، یا که کمتر داد و فریاد میکنید و عمل میکنید به همون مظلوم کمک میکنید. این تاجیکای ما، همون فرهیختگای ملت ما، از همه اشان همون فقط به گیریه و ملت گیریه و ناله عادت کردند که بینند که وقتی که مظلومان رو تاجیک مهاجران کاری یا دیگر تاجیکان رو ظلم میکنند، فقط میگویند و مینویسند و دعوا میکنند و موی میکنند که ما رو فشار دادند. هیچ کسی نیست که عمل کرده داشته باشد. اکنون همون موضوعی که گفتیم برای چه ازبک ها یا که قرغز ها یا دیگر ها رو ظلم نمی کنند، فقط تاجیک ها، برای که آنها توانا هند، آنها عمل می کنند، آنها در اینجا شرکت های خوب دارند و در اینجا جمعیت های خوب دارند. تاجیکان هیچ چیز ندارند. من شخصا با چندین همون دکترهای علم و پولدارها و بایها و اینجا میلیاردرها هستند، نه تنها میلیونرهای تاجیک، با اونها چندین بارها هم صحبت کرده بودم. آهیدی یک جمعیت خوبه که توانیم تاثیر رسان باشیم، و در اونها هویت ملی نیست، در اونها فقط همین یک نوله هست. تشکر. حالا دیگر رو گویم، اینجا باز هم همون جناب ظفر صوفی گفتند که می توانستند 100 تاجیک رو از محروم شناسنامه روسی کنند. 100 نه، هزارها رو علکه کردند. رسانه ای فقط چند نفری که در چهره هایشون معلوم بود همون می دونید شما. ما می دونیم که هزارها نفر رو در همین دو سه سال اخیر محروم کردند از شناسنامه های روسی. بله، تشکر. و حالا یک سوال دیگر، در یک نوار ویدیویی که در شبکه های اجتماعی پخش شد، گروهی زنان روس به پوتین مراجعه میکنند که مهاجران تاجیک به دخترانشون دست درازی میکنند و بی ادب هستند و به ترتیب و نظام محله اهمیت نمیدهند. این حرفا تشویق ضد تاجیکاست و واقعا چنین هست؟ محترم عبدالدولتوف، خیلی فشرده خواهش میکنم. هست، واقعا هم چنین هست، دزدی هم زیاد شده است. و ببینید که مثلا حاضر همون دختری را که کشتن در دوشنبه، شنیدم که یک نفر از همون قاتلان گریخته به روسیه اومده است. تاجیکانی که در اونجا جنایت صادر میکنند و به روسیه میآیند، اونا اینجا اولیا نمیشند، اونا هم همون جنایتکارا و بی‌تمیز و بی‌ادب هستند. تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین حرفا چی نظر دارید؟ مشاهده شما چی است؟ خب طبیعی است که وقتی که جمعیت زیاد است، در منش بد به ادب هست، دوست هست، آدم کش هست، همه این چیزا هست، اما این نمیتونه دلیل بر آن بشود که پلیس روسیه بیاد یا مردم در یه ورزشگاه بگرد لطکوب کند یا دانشجوها را برد لطکوب کند. جناب عبدالدولت خواهشان این طور فکر نکنید که فقط مثلا شماید که چون خودتان که کردید میروید با یک نفر دو نفر صحبت کنید، مثلا با ده نفر صحبت کنید جمعیت بسازیم. شاید دیگر هم این کار کردن اما نمیگن چیز. و اون روشن فکرهایی که میگوین و خالی شما فرهیختگاهایی که میگوین، اونا وظیفه شون گفتن است. شاید مثلا یک نویسنده قرار نیست که بیاید طور مثال دنبال جمعیت ساختن باشد،
یا یک ژورنالیست قرار نیست که بیاد دنبال کار عملی بخواد. کار عملی یک خبرنگار یا ژورنالیست این است که مطلب می نویسه درباره همون وضعی که هست و هیچ عاجزنالی هم نیست. من ملت تاجیک حکومت ضعیف ملت من رو در حالت ضعف قرار داده است. من از این وضع، من از حکومت روسیه گله ندارم، راستش من از حکومت تاجیکستان گله دارم. حکومت تاجیکستان است که به نقطه ضعف در ضعیفترین حالت مردم ما را قرار داده. من از اونو ناله دارم. این حکومت اگر ناله هم دارن ناریزم، اما ناله ندارم ناریزایم. این اگر این حکومت ضعیف خودکامه بود که کرامت شریف و عزت امونه بچه حال آورد، همه شما دو نمونه ای که ببینه در رابطه به همین پاسخ شما محترم ظفر صوفی، آیا این همه نتیجه بی رهبر و حامی ماندن مهاجران نیست؟ اگر حالا کرامت شریف زنده و در مسکو می بود و هم عزت امون در زندان تاجیکستان نه بلکه در روسیه می بود، می شود گفت وضع تغییر می کرد، دیگر خیلی تر می شود. بله، یک بخش طبیعی است که یک بخش از مهاجرایی که مورد لطکو بودن شاید پشتیبانی میکنه، یک نفری بود که حداقل در نهادهای روسیه میرفت صحبت میکرد. امروز متاسفانه قریب کیش که نمونده و خودشون میگن اولاد دارد در اونجا هستن، میگن ما هم در مسکو بودیم، یعنی چندین سال در مسکو بودیم. اینطوری هم نیست که مثلا ندانیم که در اونجا چی میگذرد. تشکر. و حالا توجه شما را به صحبت سرراهی همکارانم هم جلب میکنم. سوال از رهگذران درباره همین بازداشت و بدرفتاری با مهاجران تاجیک بود. با هم میبینیم، پس برمیگردیم. مرحبا. مهاجران تاجیک در روسیه پشتیبانی ندارند. ما باید برای وی پشتیبانی شویم. ما مراجعه وی را وای کنیم، گوش کنیم، از کلونی روسیه طلب کنیم که مهاجران ما را غملتیان دستگیری کنند. سببش نامعلوم، نو گفته ها اینجا بسیار بعض وقتها با خطاگی خودی آنها می شود، با خطاگی نارسایی یکان مال دکومنتی شهروندی زیستی اونجا رو ندارد با سبب های گوناگون، اما بسیار وقت با خطاگی های خودی آنها می شود. نو از این من هم نگرانم، بسیار غمگین شدم اینها رو دیدم. راستی گفت همین سحر دیدم در یوتیوب، حیران شدم، از چند نفر زنگ زده پرسیدم که این سبب چی باشد. اینو هم نمیدونم راستی که سببش رو برای چی باشد. گویا که تاجیکا با آنها مراجعت میکرده باشند و آنها رو تعقیب میکرده باشند و کارهای دیگر، که من فکر میکنم که این چیز معمولی نیست. از این لحاظ یک خلق، یک ملت، نماینده های یک ملت گناهگار کردن و در اطراف این هنگام ساختن ها از روی انصاف نیست. باید آنها پیش از همه دانند که نماینده کدام خلق است. اگر چهره وای گندمگین باشد و موی سرش سیاه، این نشان آن نیست که همه وای تاجیک است. محترم عبدالله دولتوف، شما با این حرفای ساکنان چی نظر دارید؟ مرحمه. خیلی همون حرفای هستند که در رسانه های تاجیکی و در قسمت تاجیکی شبکه های اجتماعی هستند، همون حرف ها هستند. البته مردم که معلومات ندارند به دلیل هرچی میگویند، ولی که من گفتم که سبب اساسی آن است که اینها مردمی بومی روسیه را خشن کردند با سرعت زیاد شویشان، نه برای آن که اینها یگان بی تمیز و بی ادب هستند یا که فرهنگی بیگانه دارند، برای سرعت زیاد شوی و رسانه‌ای و حکومت هم تا جایی که وضع اجتماعی را زیر کنترل گیرد و مردم را آرام کند، از این خاطر باید که یک هدف پیدا کند، هدف تاجیکان. تشکر. جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید به حرفای ساکنانی که سرراهی صحبت داشتند؟ خب در هر صورت ببینیدون خیلی کوتاه خواهش میکنم. بله بله، هر چی شنیده بودن همونه دارن میگن، چیز فهمیده بودن. خب جناب عبدالدولت گفتن که مردم می روسیه ناریزا است از بودن از افزایش مهاجرا. حکومت روسیه هم تصمیم گرفته که پیشراهی این کارو بگن، پیشراهی ناریزایت بگن که نشون دهد که نه، در طرف مردمش است. خب درست هم میکنن، اگر اینطوری است درست هم میکنن. خب ما باید، یعنی ما منظورم حکومت تاجیکستان و مردم تاجیک، باید ببیند که چی کار باید کنند. بله، عینا همین سوال ما داریم، یعنی راه حل این مشکل از نگاه شما چی است؟ کی باید چی کار کند؟ حکومت تاجیکستان که از روی قانون باید جان و مال شهروندانش را در سراسر جهان حمایت کند، باید چی عملی انجام دهد؟ خود مهاجران باید چی کار کنند؟ مرحمت در این رابطه به این عبدالله دولت
از شما؟ خیال میکنم که حکومت تاجیکستان اون که سفیر روسیه را دعوت کردند و اینجا هم سفارت اظهارات کرد، در چارچوبه همون مسئولیت های خودشان و در تا توان دارند همه همون کارها رو میکنند. ولی بازم تکرار میکنم، مثلا اگر در روسیه نمایندگی های گوناگون تاجیکستان در کنسولگری ها و سفارت ها فرض کردیم 100 یا 200 نفر باشند، اونها نمیتوانند که به همه تاجیکان زیاده از 1 میلیون بوده روسیه کمک کنند. تشکر. جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید به همین سوال؟ گویم که ما باید اگر تاجیکان خودشان تقدیر خودشان رو به دست نگیرند هیچ بهبودی نمیشن. تشکر. جناب ظفر صوفی، مرحبا. ظاهرا مشاهده می شود که چه جناب عبدالله، چه حکومت تاجیکستان، چه دیگرا، هنوزم سالهای زیاد می خوان که تاجیک در روسیه مهاجر باشد، چون می گویند که 100 نفر باید کارمند داشته باشد و اینا یه مثالش شاید نخواهن و در همین درآمد گاو گفتن. اما در ظاهرا در حکومت تاجیکستان برای سالهای زیاد میخوان که ما مهاجر باشیم. دیروز من یک از مقامات تاجیکستان یک مطلبش را خواندم، اینه که نظرش در زیر یک صحبت میگفت که ما باید در مکتب ها تاریخ روسیه، فرهنگ روسیه و آداب معاشرت در روسیه را برای مردم از مکتب بیاموزیم. یعنی که ما میخواهیم که 100 سال دیگه هم تاجیک در روسیه شهرامش، و این چیز حکومت تاجیکستان متاسفانه خیلی میخواهد دیدش. اگر نمیخواست، راه های دیگر پیشگیری این بدبختی وجود داشت. ما واقعا با یک فاجعه رو برایم برادرها. در هر صورت تحقیر تاجیک برای حکومت خودکامه خوب است، چون مردم تحقیر شده راحت میشد کنترل کرد. اون آزاده نیست که بیاد سرکشی کنن. تحقیرش تحقیرش است. در روسیه تحقیر میشد، در تاجیکستان سرش خم میگرد. در تاجیکستان تحقیر میشد، در روسیه میبیاد تاجیک سرخم میگردد. یعنی چند نفره هستن که مثل عبدالله دلات که میبیان صداشون میبیان از خودشون حمایه میکن، اما اینو چند نفره پس میتونن راه سمت مهاجر تغییر بتیان. اگر حکومت واقعا میخواد میتونن سمت مهاجر تغییر بتیان. شما چی پیشنهاد میکنه؟ خیلی راه حل یگانه راه حل این است، یعنی دو راه هست، یا سمت مهاجر تغییر میتیان برای موقت، اما در دراز مدت در خود داخل کشور باید جای کار ایجاد شود. یعنی حکومت موظف است، حکومت تاجیکستان وظیفه دار است که در داخل برای زندگی با رفاه و فراوانی هر یک شهروند کشور وظیفه‌ش انجام میده. متاسفانه تا حالا هیچ وظیفه‌ش انجام نمیده در این سمت. اگر انجام میداد، ما مهاجرت تاجیکا به روسیه یا به هر کشور دیگر روز از روز کم میشد. ما متاسفانه روز از روز دارد افزایش میابد. تشکر. بازم اون لجام به دست خدا تاج نگیرد تاجیکا و با امید حکومت کند، هیچ مشکلی حل نمیشن. اینجا تشکر به هر دی شما. گیرن لجام به دستشون، رفت توکل کن، ما افشان پا و دست، رزق تو است، با تو عاشقتر است. تشکر. و با همین مصرع شما برنامه رو به پایان میرسیم. سپاس از هر دوی شما و تشکر به بینندگان که ما را همراهی کردید. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما. خدا نگهدار.